بسم الله الرحمن الرحیم در آستانه شبهای قدر ماه مبارک رمضان و ایام شهادت مولای متقیان علی علیه السلام قرار گرفتیم امشب اولین شب قدر و شب دعا و مناجات مردم هست که خب همه مردم در واقع در طول سال به یک نحوی در انتظار این سه شب هستند و همه احساس میکنند در این سه شب تقرب بیشتری به سوی خداوند هست و همونطور که در روایات ما آمده درهای آسمان گشوده است و اگر از آسمان رحمت یا گاهی نغمت نازل میشه در شب قدر سلام و نهی حتی مطلع الفجر فقط سلامتی و رحمت و فرشتگان بزرگ الهی هستند که به سمت زمین میان و بنابراین شبهای قدر شبهای ویژه و خاصی هست که همونطور که خود قرآن میگه خیر من الف شهر انشاءالله همه مردم ما موفق باشند برای دعا و از خداوند طلب مغفرت و همچنین رحمت و مخصوصا در این ایام شفای بیماران همه بیماران به ویژه بیمارانی که تحت تاثیر این ویروس در بیمارستان ها هستند قوت به همه مدافعین سلامت در سراسر کشور و در سراسر جهان و انشالله خداوند این رو مقرر بکنه که پایان این ویروس رو تسریع بکنه و نابودی این ویروس سریعتر انجام بشه که مردم بتونن راحتتر زندگی بکنن در این حالی که این شبها بسیار عزیز هست و بسیار گرانقدره و بسیار برای همه مردم ما مهمه اما حتما باید پروتکل‌های های بهداشتی رو با حد اکثر همه دستورالعمل هایی که وجود داره مراعات بشه خلاصه حضور در یک جلسه در یک مجلس ولو در شب قدر مستحب به هر حال هر چی که هست اما مراعات پروتکل های بهداشتی واجب هست و بنابراین همه باید این پروتکل ها رو مراعات بکنن انشاءالله ما هم واجب و هم مستحب رو با هم دیگر انجام بدیم امکانات دیجیتالی کشور هم باید با همه توان مراسم این شبها رو به سمع و نظر مردم برسونه که مردم نیازمند نباشند که از خانه خودشون حرکت کنند همینطور صدا و سیما که حتی امکان ما بتونیم کاری بکنیم این مجالس معطر رو بکشونیم به داخل خونه مردم و مردم در داخل خونه بتونن از اطر معنویت این شب پرفیز قدر استشمام بکنن و انشاالله حال دعا و مناجات برای همه اونها ایجاد بشه مراسم شب قدر طور که قبلا هم اعلام شده در مناطق قرمز و نارنجی صرفا در فضای باز مجاز هست با فاصله و همه دستورالعمل هایی که وزارت بهداشت درمان مشخص کرده بر اون مبنا مخصوصا موقع ورود موقع خروج مردم کاملا مراعات بکنن امروز هم ما در آمار و ارقام دیدیم که مراعات مردم نسبت به پروتکل های بهداشتی در کشور به طور متوسط 61 درصده و این بسیار خطرناکه وقتی 39 درصد به طور متوسط مراعات کنن اصول بهداشتی رو در این شرایط موج چهارم معنیش اینه که در موج چهارم بیشتر بمونیم معنیش اینه که دیرتر از این موج خارج بشیم و خب این همه مشکلاتی که ما داریم من خواهش میکنم همه نیروهای عزیز چه نیروهای ناجا بسیج هلال احمر بازرسین اصناف همه و همه نظارت های خودشون رو تشدید بکنن تا ما بتونیم انشالله با تشدید نظارت ها در همین هفته به گونه ای باشه که پایان هفته شاهد باشیم بسیاری از مناطق قرمز به نارنجی تبدیل شده خب یکی از نگرانی هایی که ستاد از هفته پیش هم داشت و امروز هم در این جلسه قرارگاه هم این رو مطرح کرد بحث جهش ویروس و ویروس های جدید البته ویروس با شکل و شمایل جدید اون چه مسلمه و ما در این مدت باش مواجه شدیم این که این ویروس به صورت ثابت باقی نمیمونه حال به مبارزه خودش ادامه میده برای زنده موندنش و برای آزار دادنش به مردم عزیز خب وقتی به هر حال داروی استفاده میشه این ویروس جهش پیدا میکنه چون میخواد با اثر این دارو مبارزه بکنه و خودش زنده نگه داره وقتی در یک شرایطی هست که بدن بیمار ایمنی بدن بیمار عکس عمل نشون میده در برابر ویروس ویروس هم خودش تجهیز میکنه باز برای اینکه بتونه مقاومت بکنه و ایستادگی بکنه حالا ژنتیک بعضی از افراد هم ممکنه متفاوت باشه در مجموع ویروس شکل جدیدی به خودش میگیره حالا این اسمش میتونه ویروس انگلیسی باشه آفریقای جنوبی باشه هندی باشه برزیلی باشه هر روز به یک شکل و به یک قیافه و با یک ویژگی هایی وارد عمل میشه و خب ما نگرانی ما نسبت به این ویروس موتاسیون یافته بود و دیدیم موج چهارم رو ویروس انگلیسی برای ما درست کرد از مرز عراق این ویروس وارد شد استان خوزستان رو آلوده کرد استانهای مجاور رو و سپس کل کشور رو آلوده کرد و ما دیدیم در موج چهارم چه خسارت بزرگی دیدیم خب یه موج وقتی ایجاد میشه اول جان مردم هست اول سلامت مردم هست که به خطر میفته افراد زیادی جان خودشون رو از دست میدن این خسارت عظیم و بزرگی است که وارد میشه از لحاظ مالی خب ما ناچار میشیم وضعیت قرمز میشه مغازه ها رو ببندیم کسب و کارها رو تعطیل بکنیم در اون جاهایی که میشه تعطیل کرد رفت و آمد ها رو محدود بکنیم مراکز آموزشی رو تعطیل بکنیم بخشی از فعالیت مراکز اداری رو تعطیل کنیم همه اینا آثار هم مالی داره هم روی و روانی داره هم اجتماعی داره هم فرهنگی داره خب همه این آثار سخت در سایه مراعات مردم میتونه ایجاد نشه اصلا یعنی خدای ناکرده اگر در آینده یه موج پنجمی هم ما باش مواجه شیم در سایه این است که ما اصول بهداشتی رو مراعات نکردیم اگر فاصله ها رو مراعات بکنیم اگر همه مواردی رو که به عنوان دستورالعمل ذکر کردن ما مراعات بکنیم مسلما یا مواجه نمیشیم با این بیماری یا کمتر مواجه میشیم یعنی این فاصله ها یا زنجیره رو به طور کامل قطع میکنه یا زنجیره رو ضعیف میکنه که خب این بسیار مهمه و عدم مراعات اول ظلم به خود انسانه بعد ظلم به خانواده خود آدمه بعد ظلم به کل خل... جامعه است به هر حال یک ظلم بزرگی که همه ما باید توجه پیدا بکنیم مسئله مهم دیگر مسئله واکسن هست واکسن به هر حال در کنار پیشگیری واکسن هم یک عامل بزرگ برای این است که ما زودتر بتونیم از این ویروس خلاص شیم واکسن حالا به هر حال اون واکسن هایی که در دنیا دولت ها تولید کردند و داره مصرف میشه در کشورهای مختلف تنوع داره و به هر حال ممکنه آثارش هم یکسان نباشه متفاوت باشه اما در این حال امروز واکسن زدن بهتر از واکسن نزدنه اینکه اون واکسنی که میگن اثرش مثلا صد درصد نیست 90 درصد 90 درصد نیست 60 درصد به هر حال واکسن میتونه شرایط رو یه مقداری بهتر بکنه برای حفظ جان میتونه موثر باشه حتی برای زنجیره میتونه موثر باشه همه تلاشمون ما به کار گرفتیم برای اینکه واکسن هایی که وزارت بهداشت درمان ما تایید میکنه ما بتونیم وارد بکنیم علا و همه مشکلاتی که ما داریم از لحاظ ارز، از لحاظ بانک، از لحاظ نقل و انتقال درست امروز ما داریم در وین مذاکره می و پیشرفت هایی در این مذاکره حاصل شده اما در این حال هنوز در تحریم هستیم هنوز توافقی حاصل نشده که در سایه اون ما بگیم مشکلات و اون موانعی که پیش روی ما هست اون موانع برداشته شده امروز همون موانع پیش روی ما هست ما در روز پنجشنبه هم که در جلسه بحث می کردیم یکی از مسائل همین تامین ارز و چگونه ارز و بحث ریال و بحث ارز حالا ایناش رو دولت حتما تعمین میکنه یعنی ما هم مسئله ارزش و هم ریال ارزش و هم با مشکلات جابجایی ارزش به هر حال اینا رو به هر صورت هست ما انجام بدیم ان واکسن های مختلف از کشورهای مختلف سفارش داده شده این واکسن ها در حال ورود هست و شما شاهدید خبرش اعلام میشه محموله های واکسنی که وارد میشه از کشورهای مختلف داره وارد میشه و مردم دارن استفاده میکنن خوشبختانه گروه اولی که بنا بود واکسن رو دریافت کنن اینا دریافت کردن یعنی کادر درمان و گروه مدافعین سلامت و برخی از مشاغلی که دارن با اونا همکاری در بعضی از بخشا میکنن اینا واکسن رو دریافت کردن و این بسیار مهم بود این بخش اول بسیار مهم بود و بخش دوم هم به همدلله شروع شد و اون بخش سالمندان و در کنار سالمندان افرادی که دارای بیماری های زمینه ای هستند گروهی از سالمندان هفته پیش شروع شده این هفته شاید اتمام برسه آخرین این هفته دو مرتبه گروه بعدی و همینجور انشالله امیدواریم به تدریج در ماه اردیبهشت و در ماه خرداد بتونیم همه اینها رو انجام بدیم همه سالمندان و همه بیماری های زمینه ای انشالله امیدواریم که تا آخر خورداد واکسیناسیون اینها انجام بگیره اگر به همین مدل و چارچوبی که بناس وارد واکسن ها به همین صورت وارد شه بعدم هم گروه های بعدی البته در گروه های بعدی دیگه حالا خیلی ما در اون سند فکر نکردیم میتونیم یک الهاقیهی بهش اضافه کنیم بعضی از دوستان گروه رو میگن که خیلی با مردم سر و کار دارن اونا یک تقدمی دارن بر دیگران حالا زیاد مثلا یک کسی هست راننده تاکسیه این خیلی در تردد برحال راننده اتوبوسه به هر حال اینا خیلی در ترددند یا مشاغلی اینها دارن که مرتب با مردم در تماسند یا نیرویی است که سر مرز هست داره حفاظت میکنه یا به هر حال نیروی پلیسی است که تو خیابون هست و درگیره حالا اونم میتونیم ما تقدم بدیم به هر حال وقتی که به گروه های بعدی میرسیم تقدم بدیم به بعضیا و انشالله هر چه سریعتر بتونیم این واکسیناسیون ادامه بدیم مردم عزیز ما مطمئن باشند ما نسبت به واردات واکسن خارجی و همچنین نسبت به حمایت از واکسن داخلی با همه قدرت و توان در هر دو زمینه تلاش خواهیم کرد هدف ما اینه مردم ما زودتر بتونن از واکسن استفاده کنن بهرمندشن جان مردم در سلامت باشه زنجیره ها رو قطع بکنیم و شرایط رو برای زندگی مردم کسب و کار مردم تحصیل بچه ها دبستان دبیرستان دانشگاه انشالله اگر یه خود کار بکنیم ممکنه انشالله در اوایل سال تحصیلی شرایط برای مدارس ما هم به یک صورتی آماده بشه اگر همه واکسن های داخلی ما هم به همون رقمی که اعلام شده بتونن برسونن ممکنه یه شرایطی برسه که ما بتونیم به هر حال هم شرایط فرهنگیمون آموزشیمون کسب و کارمون انشاءالله یه شرایطی باشه که در نیمه دوم سال 1400 شرایط بهتری رو مردم لمس کنن اما در این حال حد اقل تا پایان امسال همه باید پروتکل های بهداشتی رو مراعات کنند یعنی یک کسی اگر نوبت واکسن رسید واکسن تزریق کرد این معنیش این ریسمسون شد این تازه واکسن نوبت اوله بعد باید چند هفته بعد واکسن نوبت دوم تزریق کنه تازه هر دو نوبت که واکسن ها را تزریق کرد معلوم نیست که آمادگی بدن به گونه ای باشه که بتونه در برابر و اونم ممکنه یه زمانی باز ببره که این بدن بتونه مقاومت بکنه و ایستادگی بکنه بنابراین واکسن زدن به معنای این نیست که طرف مسون شده اولا یه مدتی میبره یک ماه دو ماه زمان میبره تا شرایط مناسب رو پیدا کنه ثانیا این واکسن ممکنه از یک نوع ویروس او رو حفاظت بکنه ممکنه یک ویروس جهشیافته یافته دیگری وارد شه بنابراین ما همچنان باید اصول بهداشتی رو حداقل تا پایان امسال حفظ بکنیم تا انشالله بتونیم از این ویروس و این ویروس های جهش یافته ای که الان باش مواجه هستیم بتونیم ما عبور بکنیم انشالله امیدواریم عبادات مردم مقبول درگاه خدا باشه و مردم در شبهای قدر با دعاهای خیرشون انشاءالله برای شفای بیماران قوت همه مدافعین سلامت ما و همچنین جلوگیری و پایان این ویروس انشاالله دعاهاشون مستجاب باشه الله و السلام علیکم و رحمت الله